سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان هست. با شما هستم. این قسمت 45 از برنامه به نام جان هست و ما قراره توی این قسمت در باب پاک کردن صورت مسئله با هم صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این قسمت مشخص ما قرار هست در باب این نگاه و این آفت بزرگی که وجود داره صحبت کنیم. در باب تمامی مسائلی که ما میشناسیم در دنیای پیرامونمون، یه آفت بزرگی در بین نگاه جمعی وجود داره و اون هم پاک کردن صورت مسئله هست. این که ما به ریشه ها نگاه نمی کنیم. نه، اگر یک موضوعی با ما مطرح میشه، ما در پی این که ریشه این مسئله چی هست بر نمی آیم و تنها و تنها سعی می کنیم به عواملی که وجود داره بپردازیم. یعنی شما وقتی مواجه میشید با یک موضوع، به جای اینکه نزدیک بشید به معنایی که در اون نهفته هست، ریشه نگاهتون رو بر پایه مصادیق میذارید. به ریشه اون امر توجهی نمی کنید. فارغ از این که بخواید در باب اون مسئله یه راهکار و یک درمانی رو ارائه بدید، بیشتر نگاه رو معطوف این میکنید که چه شاخ و برگی در برابر شما هست. یک درخت تنومندی در برابر شما قرار گرفته در باب تمامی مسائل. حالا فارغ از این که شما بخواید یک نگاه گسترده‌ای داشته باشید و به این ریشه در برابر نگاه بکنید و برای از میان بردن اون ریشه تنومند تلاشی بکنید، شاخ و برگ ها رو کنار میزنید و دوباره شاهد سربرافراشتن این شاخ و برگ ها هستید. از میان بردن این شاخ و برگ ها شاید یک پیروزی لحظه ای برای شما داشته باشه، شاید برای چند سباهی شما رو به خواسته هاتون نزدیک بکنه، اما این ریشه تنومند در خاک دوباره شاخ و برگی رو پدید میاره. تو این قسمت مشخص بیشتر قرار هست ما در باب این مسئله صحبت بکنیم، در باب این دور شدن نگاه ما از ریشه ها، در باب این پاک کردن صورت مسئله ها، در باب از میان بردن شاخه ها و شاخسارها و برگ ها و معطوف نکردن نگاهمون به ریشه در برابر. در باب این معنای مشخص میخوایم صحبت بکنیم. قاعدتا مصادیق بیشماری داره، اما هدف ما از این برنامه مشخص این هستش که در باب این معنا صحبت بکنیم. مصادیق رو میشه هر کسی در خلوت خودش بهش فکر بکنه و براش هزاران هزار مثال هم به وجود بیاره. سعی میکنیم در باب مصداق و مثالی هم صحبت بکنیم تا فهم این مسئله راحت تر و ساده تر بشه. اما موضوع مهم در میان گذاشتن این معنای مشخص است. معنای مشخصی که ما را از نگاه کردن به ریشه ها دور کرده. در باب تمامی مسائل. این اگر شما دارید در باب جمهوری اسلامی و شرایطی که جمهوری اسلامی پدید آورده فکر میکنید و صحبت میکنید، گاهن شاهد هستید که در بین خیلی از شخصیت هایی که به عنوان اپوزیسیون شناخته میشن، به عنوان مخالف شناخته میشن، شاهد این موضوع هستید که نگاه اونها معطوف به این ریشه نیست. ریشه در برابر رو کاری ندارن، به شاخ و شاخسارهای در برابرشون اتکا میکنن. در کوتاه مدت میتونن جوابی هم از این موضوع بگیرن. به عنوان مثال، ما شاهد شرایطی هستیم در ایران که خب بستر وحشتناکی رو برای ما پدید آورد. مثلا در راستای این نابرابری که در میان زنان و مردان وجود داره، این تقسیم بندی که اتفاق افتاده، حالا شما شاهد هستید که به صورت سیستماتیک و قدرتمندی این نگاه فکری وابسته به اون ایدئولوژی که بهش پایبند هست، یک تفاوتی رو میان زنان و مردان قائل است، یک نابرابری هدفمندی رو تصویر کرده. حالا اگر جماعتی در پی این هستند که در برابر این ناعدالتی به ایستند، به ریشه موضوع نگاه نمی کنند. به ریشه موضوعی که برگرفته از اون نگاه اسلامی است، یک اعتقاد قدرتمندی است که یک ایدئولوژی رو برای اینها پدید آورده. این ایدئولوژی به اونها اون قدرت رو میده تا زنان رو پست بشمارند. این ایدئولوژی به اونها این قدرت رو میده که در این ناعدالتی ریشه دار حرکت بکنه. اما اگر جماعتی در پی این باشند که تغییر رو حاصل بکنند، به این ریشه در برابر کاری ندارند. در باب شاخ و شاخسارهایی که به وجود اومده صحبت می‌کنند. به عنوان مثال در باب حجاب اجباری صحبت می‌کنند و
اما در باب این ریشه حجاب اجباری صحبتی به میان نمیشه. خب ریشه مشخص هست، ما شاهد یک باور هدفمندی هستیم که در دل خودش در باب تمام موضوعاتی که در راستای این نابرابری هست صحبت کرد. این ریشه مستدام و قدرتمند در برابر ما تصویر شده تا این نابرابری رو همگانی بکنه، تا این خط‌کشی رو قدرتمند در بین مردم شکل بده. اما وقتی روبرو میشیم با منتقدینی که حالا قرار هست در باب این مسئله صحبت بکنن، ریشه رو فراموش میکنن. ریشه‌ای که از اسلام و قرآن نشأت گرفته، آیاتی که پیرامون این موضوع به صورت مستقیم و غیر مستقیم در قرآن مطرح شده. حالا قرار نیست که شما در باب این ریشه صحبت بکنید، ریشه اسلامی که داره این تفکرات رو میپرورونه. فرزندان این نگاه هستن، تک تک اتفاقات و وقایعی که داره میفته، از مثلا تمامی نابرابری هایی که به صورت قانونی در ایران ما شکل گرفته، در قانون اساسی شکل گرفته، در قانون مدنی، در قانون جزای اسلامی اتفاق افتاده، همه و همه ریشه دار از اون نگاه اسلامی هست، از اون قرآنی است که برای اینها تصویر شده. اینها همه تغذیه از همون نگاه میکنن، همون ریشه مستدام هستش که در برابرشون هست و اونها رو به این سمت و سو میکشونه. اما وقتی وارد این وادی میشیم برای نقد کردن، حالا میبینیم که در باب مصادیق صحبت میشه اما در باب معانی صحبتی به میان نمی. حالا میبینیم که مخالفت ها پیرامون این شاخ و شاخسار به میان میاد، اما ریشه باز هم پاورجا میمونه. حالا تلاش های پیرامون این موضوع میشه تا این ساقه ها و این برگ ها و این شاخسار ها رو از میان بردارن، اما به واسطه اینکه این ریشه در جای خودش باقی مونده، شاید به شما یک موفقیتی هم بده، یک موفقیت کوتاه مدتی رو بده تا یکی از این شاخه ها رو از میان بردارید، اما اون ریشه مستدام دوباره بازتولیدی خواهد کرد. در چند سباهی دیگر شما شاهد این نابرابری ها هستید، چرا که این نابرابری یک اصلیست جدا نشدنی از این باور، از این ایدئولوژی. این ریشه اسلامی هست که داره این تفاوت ها و این طبقات رو پدید میاره. حالا این خطکش در اختیار این باور هست، سعی میکنه با خطکشی تقسیمات رو به وجود بیاره، یک تقسیم بندی تحت عنوان تقسیم بندی جنسیتی به میان میاد، این نابرابری رو شکل میده. شما در باب یکی از این مصادیق صحبت میکنی، اعتراض میکنی، او رو از میان بر میداری، اما به واسطه این ریشه مستدام در خاک دوباره شاهد یک نابرابری تازه ظهور هست. ما شاهد این نگاه در تمامی مسائل هستیم. حالا گفتم مثال زدیم و باز هم مثال خواهیم زد، اما میشه مثال‌های بیشماری رو در رابطش بیان کرد. در دل نگاه‌های خودمون، یعنی اگر خودمون رو بخوایم قضاوت بکنیم، می‌بینیم که همواره در طول زندگیمون با این مصادیق روبرو میشیم، با مثال‌هایی که ما هم دور موندیم از اون ریشه در برابر. وقتی یک مشکل عمده‌ای رو در برابر می‌بینیم، به جای اینکه بخوایم در باب ریشه این مشکل فکر بکنیم و در راستای از میان بردن اون ریشه تلاش بکنیم، فکر خودمون رو معطوف به اون ساقه در برابر میکنیم. حالا سعی میکنیم اون رو ریشه کن بکنیم، اما دوباره و دوباره شاهد سر برافراشتنش هستیم. به نوعی ما شاهد یک تصویر مشخصی هستیم در راستای اینکه از سر خودمون باز بکنیم موضوعات رو، بلافاصله مقصر رو در یک جای دیگری تصویر بکنیم، به جای اینکه قرار باشه ما در باب اون ریشه تمرکز بکنیم، به اون نگاهمون رو و نظرمون رو بدوزیم، حالا سعی میکنیم اون رو رها بکنیم و در پی عواملی باشیم که حالا قابل شهود و دیدن هست، در برابر دیدگانمون نقش بسته. حالا اون ریشه مستدام از نظرها دور مونده، اون حجم بزرگ نمایی نشده و قابل رویت نیست، اما به واسطه ی همون ریشه هستش که داره این اتفاقات مدام میفته، این تصویرها شکل میگیره. ما سعی میکنیم که با مقصر جلوه کردن یک شخص، همه گه به نوعی توپ رو در زمین او بندازیم، خودمون رو مبرا بکنیم و اصلا فارغ از این که خودمون رو مبرا بکنیم، اون ریشه رو هم دور بندازیم. با مثال درباره صحبت کردن به نظرم بهتر و بیشتر میتونه ما رو نزدیک. یعنی شما تصور بکنید ما در یک کشوری به اسم ایران زندگی می‌کنیم. در این کشوری که پر از نابرابری‌ها و ناعدالتی‌ها است.
تقسیمات بیشماری که به واسطه این نگاه ها شکل گرفت در باب تمام موضوعات. ما یک ریشه اسلامی داریم که به واسطه وجود این ریشه اسلامی هزاری به نوعی نابرابری شکل گرفت، تقسیماتی که این نگاه به وجود آورد. اقلیت های مذهبی رو مثلا در برابرمون می‌بینیم، به واسطه وجود این ریشه مستدام اسلامی حالا شاهد این هستیم که چگونه این اقلیت‌های مذهبی در فشار هستند. باز شاهد تقسیماتی هستیم پیرامون همون تقسیمات جنسیتی که می‌دونیم. حالا یک قوانینی نگاشته شده که به واسطه یک ریشه مستدام هست. یعنی شما وقتی قانون اساسی ایران رو باز می‌کنید و مطالعه می‌کنید می‌بینید که به کرات داره در باب این اسلامی بودن تأکید میشه. تأکید مؤکدی میشه که به شما این داستان رو تصویر بکنه که اگر قرار هست قانونی رو قانونگذار و وکلای مردم در مجلس تصویب بکنن، حالا یک شورایی در اون بالا وجود داره تحت عنوان شورای نگهبان که حالا باید این قوانین تصویب شده رو با قوانین اسلامی و اصول اسلامی مورد تطبیق قرار بده تا قبول بشه یا نه. حالا شما شاهد هستید که به سادگی به واسطه این قوانین مدون در نگاه های اسلامی در دل قرآن این نابرابری جنسیتی وجود داره. حالا اگر در قانون اساسی پیرامون این رهبری صحبت میشه، زنان اصلا در میان اون جایی ندارن، اقلیت های مذهبی در دل اون جایی ندارن، انسان های عادی در دل اون جایی ندارن. اگر در باب ریاست جمهوری صحبت میشه، داستان به همین شکل است. حالا اگر قانون اساسی رو به کنار بذاریم، نزدیک به قانون جزایی بشیم، حالا میبینیم که چگونه این تبعیض‌ها وجود داره. حالا میبینیم که چگونه دیه زنان نیمه مردان به حساب میاد، در قتل به چگونه تصویر میشه. اگر وارد قوانین مدنی بشیم، حالا میبینیم که چگونه زنان و مادران بی ارزش تلقی میشن. در قانون طلاق چگونه حق طلاق برای مردان محفوظ نگاشته شده، اما زنان هیچ حقی رو ندارن، حتی برای جدا شدن، حتی برای انتخاب این که بخوان از یک فردی جدا بشن. ریشه های اسلامی هست، اما نگاه جمعی نسبت به همین موضوعات در برابر است. حالا اگر نقدی مطرح میشه پیرامون این نگاه نابرابری که وجود داره میشه، در باب این مصداقی از نابرابری که تصویر شده میشه، اما نگاه ها معطوف به این ریشه در برابر نمیشه، این که چگونه این ریشه اسلامی، چگونه اون قرآنی که جماعتی بهش پایبند و باورمند هستند در باب زنان صحبت کرد، قوانین رو اونجا مطرح کرد، در باب مثلا نگاهی که حالا قرار هست مردان 4 همسر عقدی داشته باشن، زنان کنیز رو در اختیار بگیرن. خب اینها ریشه های اسلامی و قرآنی هست، اینها آیات قرآنی هست، اما این ریشه به دست فراموشی سپرده میشه. حالا جماعتی هستن که در پی این هستن که مردان حق ازدواج مجدد نداشته باشند یا حتی کمتر و کهتر از اون زنان اجازه این ازدواج رو بدن که شوهرشون همسر دومی داشته باشه. این ریشه به دست فراموشی سپرده میشه. حالا ما قرار هست بحث بکنیم در باب ساخت یا حتی فرای این. شما نگاه بکنید در یک کشوری مثل ایران که پر از این نابرابری ها هست، حالا شما شاهد این ناعدالتی های اقتصادی هست، یک اقتصاد آلوده‌ای که پر از فساد و زشتی ها هست، پر از ناکارآمدی ها هست و فرای اون پر از نابرابری ها هست. حالا ما شاهد هستیم که یک حکومتی پدید اومده در این راستا گام برمی‌داره که این ناعدالتی ها رو بزرگ و بزرگتر بکنه. حالا به نوعی در میان این اقتصاد کپیتالیستی و سوسیالیستی داره گام برمی‌داره و هر جا هر نقطه‌ای به نفعش هست به همون سمت و سو میره. یک نظام اقتصادی رو پدید آورده که ما تحت عنوان اون نظام اقتصادی خصولتی هم می‌شناسیم، به مفهوم اینکه حالا اینها پا در میدان اقتصاد باز گذاشتن، دارن یه تصویری از اون اقتصاد آزاد و کپیتالیستی میدن، اما همه چیز رو در اختیار اون آدم‌هایی که وابسته به دولت هستند و سپاهی هستند و وارد این وادی و جز این قبیله به حساب میان میدن. حالا شما شاهد این اقتصاد بیمارگونه هستید و ریشه در برابرتون وجود داره، اما نگاه ها معطوف به مثلا یه شخصی میشه که داره از این بهره میبره.
نگاه ها معطوف این وجودیت هیچگاه نمیشه. شما مسئله رو به طور کلی فراموش میکنید، ریشه رو از یاد میبرید. نگاهتون به سمت و سوی اون سلبریتی هستش که داره مثلا یه ثروتی رو به دست میاره، اما اینکه چه کسی اجازه به دست آوردن این ثروت رو به او داده. چند وقت پیش بود در باره با همین موضوع اتفاقی افتاد، اینکه مثلا کسی اومده بود و مربی تیم ملی مثلا ایران شده، تیم ملی فوتبال بزرگسال. حالا ما شاهد این بودیم که جماعتی فریاد می‌زدند و صحبت می‌کردند و بله این داره این مقدار پول می‌بره، نمی‌دونم هر ثانیه فلان قدر این پولی که دارن به این میدن معادل مثلا با 100 هزار کارگر هست و از این صحبت مطرح می‌شد. مدام داشتن این آدم رو می‌کوبیدن، به او حمله می‌کردن. این همون نقطه‌ای است که شما دیگرانی رو مقصر می‌دونید، از سر خودتون باز می‌کنید، صورت مسئله رو پاک میکنید و ریشه ها رو در برابر نمیبینید. حالا قرار نیست نگاه بر این بشه که چرا اصلا همچین ساختاری به وجود اومده که اجازه چنین قراردادهایی داده میشه، چرا باید یه همچین ناعدالتی وجود داشته باشه در تقسیم سرمایه ها، در تقسیم ثروت. چرا تا این حد باید این ثروت ناعادلانه تقسیم بشه؟ چرا مشاغلی که انسان‌ها به شدت بهش نیازمند هستن نباید هیچ سودی رو از این میدان ببرن؟ چطور ممکنه مردمی که دارن نان این مردم رو به وجود میارن، همون نانواهایی که ما میشناسیم، که اگر نباشن هیچ زندگی دیگه جریان نخواهد داشت، هیچ سود و منفعتی رو نمیتونن ببرن، اما یه کاری که جنبه حیاتی نداره و به نوعی جزء اتفاقات سرگرم کننده به حساب میاد، تا این اندازه در دل خودش تقسیم ثروت رو قرار. حالا مردمی هستن که نگاه به این موضوع نمی کنند که این ساختار و این ریشه ها هست که ما رو به این سمت و سو میکشونه، و حالا قرار هست که با پاک کردن صورت مسئله، با نگاه نکردن به ریشه ها، توپ رو در زمین اون آدمی بندازن که این پول رو گرفت. حالا یه سوال ساده اینجا پیش میاد، چند درصد از مردم وجود دارند که اگر در اون جایگاه قرار بگیرن این ثروت رو بهش پشت پا میزنن و مثلا میان این ثروت رو بین مردم تقسیم میکنن؟ اصلا آیا وظیفه انسان هاست که همچین کاری بکنن؟ انسان ها به صورت فرادا منظورم هست، یعنی انسان ها در زندگی شخصی خودشون اگر ساختاری پدید اومده که اشتباه میدوننش، حالا ما باید توقع از این انسان ها داشته باشیم که پشت پا بزنن به این ساختارهای پدید اومده، با اینکه داره منافع اونها رو به وجود میاره، داره منافع اونها رو حمایت ازش میکنه، حالا بیان پشت پا بزنن و بیان بگن آقا نه من این پول رو نمیخوام، چرا که این پول به درستی و این ثروت به درستی تقسیم نشده و عادلانه تقسیم نشده؟ آیا این اصلا جایی از اعراب داره؟ اصلا میشه به این فکر کرد؟ آیا میشه انسان رو در اون نگاه شخصی در این راستا دید؟ و آیا میشه از همه انسان ها همچین توقعی داشت؟ آیا این زندگی در برهوت و زندگی در هپروت نیست که ما بخوایم از انسان‌های همچین توقعی داشته باشیم که به صورت شخصی این کارو بکنن؟ حتی اگر بخوایم همچین نگاهی داشته باشیم، پس چرا ما حکومت پدید میاریم؟ پس چرا ما ساختارهای اقتصادی رو پدید میاریم؟ پس چرا ما سعی می‌کنیم با دادن آزادی‌هامون به اون حکومت وقت، حالا توقعی امنیت و عدالتی از اونها داشته باشیم؟ ما می‌تونیم به صورت فردی زندگی بکنیم در یک نظامی که پایبندی نداشته باشه، به نوعی آنارشیست باشه و انسان‌ها در کنار هم زندگی بکنن بدون این ساختار و نظم پدید آمده. اصلا نیازی نباشه که آزادی‌هایی رو هم در اختیار اون حکومت وقت بذاریم. حالا قرار هست که همه نگاهمون به انسان‌ها و اون زندگی فردی و انتخاب‌های شخصی و وجدان و اخلاقیاتی که اون‌ها بهش پایبند باشن باشه. حالا باید ما مواجه بشیم با انسان‌هایی که به واسطه این باورهایی که دارن، اگر یه همچین توزیع ثروتی رو دیدن که تا این حد ناعادلانه است، خودشون پشت پا بزنن. این غرق شدن در اون دنیای هپروتی است و مواجه نشدن با جهان واقعی است. جهان واقعی ما رو به این راستا میکشونه که انسان‌ها در کنار هم سعی کردن هزینه‌ای رو بکنن تا یک حکومتی پدید بیارن، تا این عدالت و اون امنیت پدیدار بشه. حالا قرار هست که این نگاه جمعی انسانی در این راستا گام برداره که این ثروت رو به صورت عادلانه ای تقسیم بکنه. حالا اگر ما شاهد این تقسیم ناعادلانه ثروت هستیم،
باید نگاه رو به ریشه ها معطوف بکنید. چگونه ممکنه که ما تمام نگاهمون به اون آدمی باشه که این ثروت رو در اختیار گرفته؟ چند درصد از مردم اگر در جایگاه و پایگاه او باشن این ثروت رو نمیگیرند و پشت پا میزنن بهش و میان و تقسیم میکنن بین ضعفا؟ اصلا چرا باید یه همچین ساختاری وجود داشته باشه؟ چگونه ممکنه که فکر ما معطوف به این نشه که آیا یک کالایی که تا این حد برای ما حیاتی است مثل نان، اون کسی که داره این کالا رو به وجود میاره، این آذوقه رو پدید میاره، از ثروت تا این اندازه ناعادلانه بهره ببره؟ اما در کنارش کالایی که به عنوان کالای لوکس در راستای سرگرمی داره پدید میاد، مثل سینما، مثل فوتبال، مثل بقیه این موضوعات، حالا تا این حد میتونه ثروت رو ببره. آیا این مشکل یک مشکل ریشه‌ای و ساختاری نیست؟ آیا نباید این ساختار تغییر بکنه؟ آیا نباید نگاه ما نسبت به این توزیع ناعادلانه ثروت تغییر بکنه؟ آیا نباید ما ارزش‌های تازه‌ای رو پدید بیاریم؟ یا اینکه باید نوک بینی خودمون رو ببینیم و اون شخصی که این ثروت رو گرفته رو منفور بدونیم و به او حمله بکنیم و همه چیز رو در همین نقطه به پایان برسونیم؟ این اون نقطه ایست که من درباره‌اش صحبت میکنم و بهش معترف و معتقد هستم که ما در زندگی جمعی خودمون همواره دور شدیم از نگاه به ریشه ها در باب تمام موضوع. این یک مثالی بود پیرامون موضوعی که اتفاق افتاده بود. یعنی در اون داستانی که من دارم بهش اشاره میکنم، زمانی که اون آدم حالا خواست سرمربی این تیم بشه، همه نوک پیکان های انتقاد به اون شخص بود که چرا این گونه این ثروت رو در اختیار و یا در نهایت در بالاترین شکل ممکن هم به اون نهادی بود، مثلا وزارت ورزش که این کار رو کرده بود، وزارت تربیت بدنی که این کار رو کرده بود، نگاه ها معطوف به اون می شده. و یا در نهایت مثلا به فدراسیون فوتبال داشتن نقد می کردن به ساختار پدید آمده ای که این زندگی جمعی رو داره به پیش می بره، به اون نظام حاکم و نظام اقتصادی که این بستر رو فراهم کرده، به این توزیع ناعادلانه‌ای که در جا جای این کشور وجود داره کسی اعتراضی نمی‌کنه. حتی گام‌ها برداشته میشه برای رسیدن به اون جایگاه. تمامی گام‌ها داره برداشته میشه تا خود رو به اون جایگاه اون سرمربی برسون. خود رو در جایگاه اون سلبریتی ببینید. حالا قرار هست شما دست و پا بزنید تا در این نظام وحشیانه، در این نظام نابرابر خودتون رو به جایگاهی برسونید تا از این توزیع ناعادلانه بهره ببرید. اصلا ساختارهایی که پدید اومده در همین راستا است. در این راستا است که شما برده و بنده این نظام باشید. با چشم به امید به فردایی که همه چیز هم برای شما خواهد شد، به این نابرابری ها وقعی بذارید و سر در برابرش خم بکنید. قبولش بکنید. شما باید به این بازی، به این میزی که برای شما چیده شده احترام بذارید، قوانینش رو قبول بکنید تا شاید در چند سباهی شما هم به اون جایگاه والا و قدسی برسید. این تصاویر برای ما تعریف میشه و ما به نوعی آلوده به این نگاه ها میشیم تا همه چیز رو از خاطر ببریم، تا ریشه ها رو از یاد ببریم، تا هیچگاه نگاهی به این توزیع ناعادلانه ثروت نداشته باشیم، تا نبینیم که چگونه انسان‌های شریفی که دارن خیابان‌ها رو تمیز می‌کنن، به عنوان مثال رفتگران، هیچ جایگاه و پایگاهی نداشته باشه. کسی اصلا قرار نیست به اونها فکر بکنه. اگر این کار کار عبث و بیهوده ایست، کار بزرگ و فاخر این هستش که کسانی باشن تا سرگرمی پدید بیارن، خب نکنید این کارو. اصلا نیاز نیست خیابون‌ها رو تمیز نکنید. آیا با تمیز نکردن خیابان‌ها اتفاقی برای انسان‌ها خواهد افتاد؟ انسان ها غرق در کثافات و مریضی و وحشت خواهند شد؟ یا با نساختن مثلا فیلم های مبتذل؟ کدوم قرار هست ضربه بزنه؟ اصلا ارزش گذاری انسان ها در کجا قرار گرفته؟ من پیرامون عقل منفی هم صحبت کردم، اونجا هم اشارتی کردم. شما وقتی مواجه میشید با انسان ها، با منطق هایی که انسان ها برای خودشون پدید آوردند و دست و پا کردن در تمامی موضوعات، به این عقل منفی پی میبرید که چگونه یک جماعت بیشماری دنبال رو هستند و تنها و تنها در پی تکرار کردن اون فرامینی که بهشون میرسه دارن در این لجلمال زندگیشون رو به پیش میبرن، بدون اینکه حتی ذره تعمق بکنن، بدون اینکه حتی ذره با منطق و استدلال خودشون به موضوعات نگاه بکنن.
تنها یک نظم پدید آمده ای رو دنبال میکنن. حالا با پاداش های کوچک و بزرگی که میگیرن به او پایبند میمونن تا در نهایت روزی خودشون هم به اون جایگاه قدسی برسن. به همین سادگی، بدون اینکه بخوام بهش فکر بکنن. شما تصور بکنید یک موجود بیگانه، یک محتضری، یک مسافری بیاد و به این جماعت نگاه بکنه، به این منطق های انسانی نگاه بکنه. چه برایندی نسبت به این انسان ها خواهد داشت؟ کالایی که حیات اونها را تضمین میکنه تا این حد بی ارزش است، کسی که در این خدمت داره به پیش میره هیچ توزیع عادلانه ای از این ثروت رو نخواهد دید. اما کاری که تا این حد بیهوده و عبث هست و در نهایت قرار هست یک زمانی از بتالت انسانی رو بگذرونه و زمان مفرحی رو در این زمان بتالت سپری بکنن رو تا این حد با ارزش تصویر کرده. نه در ایران، در همه جای جهان. شما به جای جای جهان نگاه بکنید ببینید که دنیا به چه سمت و سوی بره. این منطق جمعی انسانی هست دیگه. منطقی است که انسان‌ها، یه بخشی از انسان‌هایی که سود این موضوع رو بردن تصویر کردن، بهش پایبند هستن و حالا سعی می‌کنند با ذره‌ای به جماعت نشان دادن در سعادت اونها رو دوباره همین وادی بکنن و محتاج به همین نگاه‌ها بکنن. ما همواره روبرو هستیم که این مسائل رو، صورت مسئله‌هاش رو پاک می‌کنیم، همه چیز رو به کناری می‌ذاریم و تنها و تنها نوک پیکانمون رو به سمت کسانی میگیریم که وارد این وادی شدن. آیا خود ما به عنوان انسان‌ها آرزوی اون جایگاه رو نکردیم؟ آیا نمیخوایم جاپای اونها بذاریم؟ آیا اصلا به واسطه همین میل برسیدن به جایگاه اونها نیست که اینگونه سکوت کردیم؟ اینگونه در برابر تمام نابرابری‌ها سر تعظیم فرود آوردیم؟ آیا کسی هست که باری به این فکر کرده باشه که اون رفتگری که داره خیابون‌ها رو تمیز میکنه و باعث میشه که ما از این بیماری‌ها مسئول باشیم، شهر تمیز و آراسته‌ای داشته باشیم، حق برابری داره تا از این ثروت بهره ببره؟ کسی که داره، یعنی شما اگر متر و میزان و قیاستون رو بخواید بذارید برای ارزش کار اینها، کدوم کار با ارزش داریست؟ اما صدایی از کسی شنیده نمیشه، چرا که جماعت بیشماری در دنیا در پی رسیدن به اون جایگاه ها هستن. یعنی شما تصویر بکنید، تصور بکنید این آمارها که وجود داره، از چند صد هزار نفر انسان هایی هستن که یکیشون به جایگاه یکی از اون سلبریتی ها میرسه، یکی از اون ورزشکارها میرسه، یکی از اون ثروتمندا میرسه، و حالا چند صد هزار نفر هستن که همه عمر رو دارن تلاش میکنن. اگر قرار باشه این چند صد هزار نفر زیر این میز بازی بزنن، دیگه بازی وجود نداره. اگر این قواعد رو قبول نکنن، که این بازی وجود نداره. و حالا شما شاهد هستید جماعتی که معتاد و آرزومند به فردای در اون تصاویر رویایی است که براش تصویر شده، حالا گام برمی‌داره و این قوانین رو قبول می‌کنه و سر به زیر در او در این راه ساخته شده به پیش میره تا شاید روزی به اون جایگاه هم برسه. ما همواره شاهد این دیدهای انتخابی هستیم. یعنی ما مواجه میشیم با این دیدهای انتخابی که حالا سعی میکنه در یک اتفاق بزرگ، یک مشکل حادی که بین مردم وجود داره، با یک دید انتخابی تنها به دنبال اشخاص باشه، اشخاص رو زیر سوال ببره، نهادها رو مثلا زیر سوال ببره. قرار نیست که نگاه رو معطوف به ریشه بکنه. حتی گاهن شما شاهد این هستید که در این نگاه ها یک دید انتخابی هم داره. فلان نهاد رو مقصر میدونه، فلان نهاد رو نمیدونه. فلان شخص رو مقصر میدونه و فلان شخص رو نمیدونه. حتی گاهن شما شاهد این هستی این ثروتی که داره ناعادلانه تقسیم میشه، این ریشه مستدام وحشتناکی که در برابر ما هست، یک شخصی رو ثروتمند و قدرتمند در این میانه میکنه. حالا اون نفر با توجه به اون ثروتی که در اختیار داره به جماعتی کمک هم میکنه، دست و دلبازی هم میکنه، اون نیکوکار میشه. حالا تمام ارزش‌های جمعی به سمت او میره، او تبدیل به یک قهرمان ملی هم میشه. اما حالا شما بیایید به سادگی این رو قیاس بکنید. این آدمی که به عنوان مثال یک هزارم از درآمد ماهیانه خودش رو به کسی کمک کرده، در برابرش کسی است که نصف ثروت خودش رو، همه دارایی خودش رو به کسی دیگری کمک کرده. یک گدایی که در خیابان هست، یک ساندویچی برای خوردن داره، تمام ثروت او همون ساندویچ هست که در اون لحظه در اختیارشه، نصفش رو به یک
مستمند دیگه میده، این 50% از کل دارایی خودش رو داره میده، اون نفر داره 1000 از درآمد ماهیانه خودش رو میده، اما کسی که مبدل به قهرمان ملی خواهد شد همون ثروتمندی است که در این سیستم مریض و بیمار، در این ریشه آلوده به نابرابری فربه و قدرتمند شده. حالا ارزش‌های اجتماعی هم به سمتش میاد. حالا باز ما غرق در این عقل منفی و بیمار خودمون میشیم، عقلی که قرار بر این بوده که ما رو به سمت و سوی از سعادت و بهروزی و زندگی بهتر جمعی برسونه، اما تا این حد به ما لطمه زده، انسانهایی فرمان بردار و سر به زیر پدید آورده که تحمل و تعمق نکنن، موضوعات رو ریشه‌ای نگاه نکنن، سطح رو دریابن، به افراد بپرن، بنیانها و نهادها رو زیر سوال ببرن، اما ریشه در برابر رو واکاوی نکنن. ما برای رسیدن به راه حل و درمان در این اتفاق، نگاه رو باید معطوف به ریشه ها بکنیم در تمامی عوام. اگر نابرابری در جهانمون وجود داره، در کشورمون وجود داره، در اجتماعمون وجود داره، در خانوادمون وجود داره، حالا باید ریشه این نگاه رو دریابیم، حالا باید به جنگ با اون ریشه بریم، باید اون ریشه رو از میان ببریم، وگرنه شما شاهد تکرار دوباره این خواهید بود. یعنی اگر ریشه این نابرابری و این توزیع ناعادلانه ثروت در کشور رو از بین نبرید، یک روز شاهد ثروتمند شدن یک سلبریتی هنرمند میشید، یک روز شاهد ثروتمند شدن یک دلال میشید، تفاوتی نمیکنه. جایگاه ها میتونه تغییر بکنه، اما این اصل و ریشه ازش که باید از میان برداشته بشه. اگر شما شاهد این نابرابری های کمر شکن در نظام جمهوری اسلامی نسبت به زنان به عنوان مثال هستی، ریشه ای که در قرآن و اسلام خلاصه شده است رو باید از میان برداشت. یعنی باید قدم در راه از میان بردن حکومت دینی گذاشت تا قواعد و قوانین بر اساس عرف، بر اساس تفکر، بر اساس پیشرفت جمعی اتفاق بیفته. حالا باید نوک پیکان رو به سمت اون اسلام، به سمت اون قرآن گرفت که این ریشه ها رو در خود جای داده، این ریشه های نابرابری رو در خود جای داده. حالا شما اگر همه عمرتون تلاش بکنید برای از میان بردن حجاب اجباری، دو فردای دیگه روبروی هستید با ازدواج و چند همسری مرد، دوباره روبرو هستید با این نصف ارث و دیه و الی آخر، دوباره این ریشه بازآفرینی خواهد کرد و دوباره ما رو در این منجلاب فرو خواهد بود. قاعدتا در باب این موضوع میشه ساعت ها صحبت کرد، ما در آتی هم باز به جنبه های دیگه این نگاه صحبت میکنیم، اما در این قسمت بیشتر خواستیم در باب این نگاه نکردن به ریشه ها صحبت بکنیم که یک آفت و طاعونی است در بین همه مردم جهان. منظور از همه اون اقلیت، اون اکثریت غالب مردم هست. قاعدتا در بین مردم تفاوت هایی وجود داره و وقتی ما صحبت از این همه میکنیم، منظور اکثریتی است که در جهان وجود دارن و ما شاهد این عقل منفی هستیم، این نگاه های کورکورانه هستیم، این نگاه به سطح هستیم، از یاد بردن ریشه ها هستیم، مقصر قلمداد کردن دیگران هستیم و پاک کردن صورت مسئله ها هستیم. در این انتهای برنامه هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر شکل بگیره، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه به نام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه به نام جان و ویژه برنامه‌های به نام جان رو منتشر بکنم، آرا، افکار، عقاید و باورهای خودم رو تحت عناوین کتاب‌های به رشته تحریر دارم. تمامی این کتاب‌ها به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت بکنید و اگر دوست داشتید این صدا شنیده بشه و این راه تغییر شکل بگیره، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان. در پناه آزادی.